صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین حسین بر حسین مرثیه بخوان مرثیه مرثیه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعص عرض سلام و إرادت دارم خدمت همه شما حسینیان عالم بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام همونطور که میدونید با برنامه تکیه بین الحرمین از بهشت روی زمین کربلای معلا در خدمت همه شما هستیم انشاءالله که اوقات و ایام به کام همگان بوده باشد و تحت ظل عنایات مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف سپری کنید همه لحظات را و پسندیده و نیکو چنین است که معشوق را همیشه در نظر داشته باشیم و نگاه حضرتش همیشه بر ما باشد بحث ما بحث مقتل آقا سید الشهدا
علیه آلاف و تحیت و سنان، روحی له الفدا هستش و اتفاقاتی که افتاده است قبل و بعد واقعه کربلا. هر روز شکرا للحسین، هر روز راجع به آقا سید الشهدا علیه افضل الصلاه و السلام سخن میگویم و این عنایتی است که حضرتش به ما داشته است و به شما، برای اینکه شنیدن این اقوال هم برای شما تماما مثمر ثمر هستش و نورانیتی به قلب میدهد، چرا که کلامکم نور و امرکم رشد. انشاءالله که چنین باشد و حضرت سهم ما را از معرفت خودشان بیشتر بگردانند، ظرف ما را بالاتر ببرند و آنچه که خودشان میدانند در قلوب ما بریزند انشاءالله. و فرمود در روایت ان هذه القلوب اوعیه، این قلب هایی که شما دارید ظرف است و بهترین آنها اوعاها، هرچه ظرفش بیشتر باشد بهتر است. و عنایت کنند خود حضرات عالی الله ظرف قلب را، خود حضرات باید عنایت کنند که بیشتر شود انشاءالله. البته تلاش میخواهد، طلب میخواهد، توسل میخواهد، توجه میخواهد، عنایت میشود قطعا. از باب قاعده لطف لازم است بر مقام بقیت اللهی اگر کسی در کسب معارف حضرات اهل بیت قدم بزند و کوشا باشد، آن حضرت هم از باب قاعده لطف کرم کنند و اعطا کنند معرفتشون. بحث در کلماتی بود که حضرت بریر که از اصحاب خاص آقا ابی عبدالله هستند، برای لشکر اعدا سخنانی را گفتند، کلماتی را گفتند که بررسی کردیم. به اینجا رسیدیم، چند تن از کوفیان در جوابش گفتند ای فلانی ما نمیدانیم چه میگویی. حرفها را که شنیدن مضمون کلامش این بود که دعوت کرده اید، زراری پیغمبر است، این گونه چرا او را آزار و اذیت میدهید؟ چرا آب را بر او و اهل و عیالش بسته اید؟ این سخنان را که گفت و از بعد امانت و امانتداری وارد شد، گفتن ما نمیدانیم چه میگویی. بریر گفت حمد خدا را که مرا در میان شما بینا کرد، بار خدایا آنها را به جان هم انداز تا نزد تو آیند و تو بر آنها خشمگین باش. نکته ای را که دارد و اشاره کنم این است که حضرت بریر سلام الله علیه عضو و جزء اهل کوفه بود، یعنی زندگانی حضرتش در کوفه بود و میان مردم کوفه بود، یعنی آنچه که از تبلیغات مسموم به گوش و سمع و نظر همه مردم کوفه رسیده بود، آنچه که از تهدیدات، آنچه که از دشمنی ها، آنچه که از مکر و حیل بنی امیه به اهل کوفه رسیده بود، حضرت بریر هم شاهد و ناظر بود و مستثنا از جمع نبوده است. ولی آن قوه ایمانی که داشته است، آن قلب پاک و صافی که داشته است، مانع شد از آن که سیاهی بنی امیه، سیاهی تبلیغات علیه حضرات اهل بیت قلب او را بگیرد. نکته را ببینید، حمد خدا را که مرا در میان شما بینا کرد، من هم در شما بودم ولی چشم مرا باز کرد. چه کسی این کار را می کند؟ خداوند علی اعلا. خیلی ها هستن، محدودن، ولی هستن که در جمع و قوم و قبیله و عشیره‌ای هستن ولی چشم باطن باز دارن، چشم بصیرت دارن، به هر راهی که قوم و عشیره‌اش رفته است نمی روند مگر آن که آن راه حق و حقیقت باشد. حضرت بریر به این نکته اشاره می کند که می شود کسی جزء جماعتی باشد و وقتی ببیند آن جماعت به خلاف دارن عمل می کنند بیرون بزنند. رو دروازی با کسی نداریم. این مطلب یعنی حقیقت ایمان مطلبی نیست که انسان بخواهد به خاطر این که قومش او را تخطئه نکند دنبال رو به آنان باشند. بعضی متاسفانه این طورن، میگن اگر که ما این فلان کار را انجام ندهیم مردم به ما میگوین، مردم بگوین هر چه میخواهند بگوین. آباء ما بر این بودن، همین حرفی که کفار و مشرکین میزدن در صدر اسلام، وقتی به آنها میگفتن که خدا پرستی و توحید داشته باشید، میگفتن ما بر دین آبا و ملوک خودمان هستیم، پدران ما بت پرست بودن و ما هم بت پرست باقی میمانیم. این چه حجتی است؟ این چه استدلال غلطی است؟ گاهن یه وقتی میبینین خیلی از بزرگان هم در راه غلط هستن. بزرگی که به ظاهر بزرگ است، به ظاهر بزرگ است، همان شیبه ای را دارد که ابی بکر داشت. او هم ادعای این را داشت که
پیرمرد است و از همه بزرگتر است. به هر عنوان بزرگتر بودن و دنبال قبیله رفتن و دنبال عشیره رفتن و دنبال قول اکثریت رفتن، اینها همش از نظر اسلام و دین تایید نشده است. دنبال حق رفتن ملاک است و حضرت عمار و آن روایت معروف است، همگان هم میدانند. لو سلک الناس، اگر همه مردم از طریقی رفتن و امیر عوالم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه از راهی رفتن، به عمار میگوید وسلک ما سلک علی، همان راهی که علی رفته از تو برو. صراط امیر المؤمنین است، حق و حقیقت امیر عوالم علی ابن ابی طالب است. علی مع الحق و الحق مع علی. ببینید راه مولا کدام است، امیر عوالم در کدام طریق قدم گذاشتن، دنبال رو به مولا باید باشد. چیه؟ خلاف امر مولا که قدم بر نمی دارد. بریر سلام الله علیه به همین نکته اشاره دارد، برای اهل کوفه، من هم میان شما بودم، من هم دیدم آنچه که شما دیده اید، من هم از آن تشویقاتی که شما را به آن خرسند کردند دیدم و شنیدم، ولی دل نباختم، ماندم بر ثبات ولایت. استقامت در دین آقا مسئله ایست، استقامت در دین. ثم استقامو، کسانی که به توحید الهی اقرار کنند و استقامت داشتن، این استقامت داشتن بسیار مهم است. آدم باید رو حرفی که میزنه استقامت داشته باشد. نمیشود که هر طرف بادی میوزد دنبال باد رو. متاسفانه کسانی که مقابل ابی عبدالله ایستادن چنین مردمی بودند که یک روزنامه نوشتن که آقا بیا سمت ما، و روز بعد پیمان شکستند و مقابل آقا سید الشهدا تا این حدیث دادن، یعنی راضی نمیشدن مگر به خون حضرتش. من هم میان شما بودم، نکته را پس دقت کنید، من هم میان شما بودم، خدا مرا بینا کرد. آنها را به جان همانوز. بعد حضرت بوری نفرین کرد که اللهم اجعل بأسهم بینهم، خدایا درگیری رو بین خودشون بنداز. و میبینیم همیشه تاریخ چنین بوده، آنهایی که دشمنن، آنهایی که بر باطلن، چون باطل ثبات نداره، باطل ثبوتی نداره، یعنی مذبذبن. همه کسانی که بر باطل هستن مذبذبن، تفاوت بین کلام دارن، هر کدومشون یه حرفی میزنن، لذالک بینشون بسیار بسیار دعوا و جنگ و بلکه خونریزی شده است در طول تاریخ. ولی حق نه، حق یک کلمه است و کسانی که اهل حق هستن یک کلمه میگوین، لذا جای نقاشی در بین اهل حق پیدا نمیکنن. کسانی که بر ولایت هستن حقیقتن، کسانی که بر دین راستین هستن، با هم متحدن، که متحد جانهای شیران خداست که آنجا بحث کردند و بزرگان راجبش بسیار نظرات دادن. اشاره‌ای که کردم برای بعضی مشخص است. لشکر او را تیرباران کردند. بعد از اینکه این سخنان را گفت، لشکر او را تیرباران کردند. کجای عالم چنین است که اگر کسی به صلح و صلاح سخن بگوید، جواب او را با تیر بدهند؟ اگر چنین چیزی را دیدید، بدانید که لشکر یزیدی و حسینی است. حسینیانن که وقتی سخن میگویند جواب از کافر با تیر میشنوند. انقدر قول آقا ابی عبدالله منش حسینیه بر دشمنان سنگین و ثقیل است که چاره ای ندارن مگر اینکه با ضرب و شتم جواب دهند. این از سر بیچارگی آنهاست، از سر ناتوانی آنهاست، چون حرفی ندارن برای زدن، قولی ندارن برای بیان، ناچار است با تیر جواب بدهد، ناچار است با ضرب و شتم جواب دهد. لشکر او را تیرباران کردند، برگشت. حسین علیه السلام خودش آمد و برابر لشکر ایستاد و صفوف سیلاسای آنان را دید و به عمر سعد نگریست که در میان بزرگان کوفه ایستاده است. سن کمی هم داشت عمر سعد، سن بالایی نداشت، 30 چند سال بیشتر عمرش نبود، بلکه بعضی کمتر هم گفتن. ایستاده بود بین بزرگان کوفه. اگر خاطرتون باشه در خطبه قبلی که ما با هم صحبت کردیم و راجبش سخن گفتیم، در نکوهش دنیا حضرت سیدالشهدا خطبه اول روز عاشورا را که گفتیم، نظر مرحوم شیخ عباس قمی در این بود که اول خطبه را نیاورده بود و ما خدمت شما گفتیم و از مقتل مقرم
خواندیم. علی الظاهر دقت کنید نظر شیخ عباس قمی رحمت الله علیه صاحب کتاب نفس المحموم، کتابی که ما در خدمتش هستیم، بر این است که این کلماتی که در حمد الهی و نکوهش دنیا سید الشهدا فرمود در خطبه دوم فرموده است. بعضی نظرشون این نیست، هر با مقاتل به اول آوردن، بعضی اینجا آوردن، من جمله شیخ عباس قمی که در نکوهش دنیا سید الشهدا سخن گفت. الان عبارات را که بخوانم معلوم می شود همان مطالبی است که قبلا هم راجع به آن صحبت کردیم. حضرت شروع کردند به سخن گفتن. سپاس خدایی را سزاست که دنیا را آفرید و آن را خانه فنا و زوال مقرر گردانید که اهل خود را دست خوش دگرگونی سازد. خداوند علی اعلا دنیا را این گونه خلق کرده است که اهل خود را دست خوش دگرگونی سازد. فریفته کسی است که او را بفریه. وای به حال کسی که گول خورده، کسی است که گول دنیا را خورده باشه. فریفته کسی است که او را بفریبد، یعنی چه؟ یعنی دنیا او را فریب دهد. و بدبخت آن که شیفته او گردد. بیچاره است، بدبخت است کسی که از زخرف دنیا خوشش بیاد، دل به دنیا خوش کند. وای بر او، واقعا بدبخت است کسی که دلش را به دنیا خوش کند، چرا که لذت‌های دنیا تماماً زود گذر است. خوش به حال کسی که، دقت کنید، نمیگم رهبانیت، نمیگویم از لذت‌های حلال چشم پوشیدن، که هر که میخواهد ارزم به خدمت شما طاووس خواهد جور هندوستان، که شاید این با اشاره معلومه برای اهلش. نمیگویم که لذت‌ها ممنوع است، نه، لذت‌های حلال خدا قرار داده است برای مؤمنین و مؤمنات و باید برخوردار شوند از آن، ولی دل خوش کردن به آنها، تکیه کردن به آنها غلط است و بدبخت است کسی که به لذائذ دنیا تکیه کند. میان برنامه رو ببین. فغان که بخت من از خواب بر نمی آیم. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویم. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویت، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمیگیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آیم. مگر به روی دلارای یار ما، ورنه به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. زلف تو شد دل، مقیم زلف تو شد دل، که خوش سوادی یافت و زان غریب بلاکش خبر نمی آید.
شست صدق گشودم هزار تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. بسم حکایت دل هست، بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت به سر نمی آیم. ای ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون زلقه زلفت به در نمی آید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. بله، عرض می کردم کلمات آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام را در نکوهش دنیا، و چه زیبا وقتی حضرات اهل بیت دم از نکوهش دنیا می زن که انه تمام جزء دنیا را دیدند و شناختند و می گویند. و حقیقت حال همین است، کسانی می توانند در خلقت چیزی حرف بزنند که در خلقت او دست داشتند. این را با اشاره گفتم برای اهلش. حضرات اهل بیت میخواهند که ما ذخیره‌ای داشته باشیم برای قبر و قیامت، آنجایی که پایانی ندارد، انتهایی ندارد. ما باید خود را برای آنجا آماده بکنیم. اگرچه در دنیا هم تلاش و تکاپوی داریم، به عنوان اینکه این دنیا مزرعه آخرت است، تلاش میکنیم که بکاریم آن طرف انشاءالله درو کنیم. چون کسی که اینجا درختی نکارد، نهالی نکارد، در برزخ و قیامت هم چیزی ندارد. و پرثمرترین درخت، پرثمرترین یعنی بالاتر از آن ثمره ای وجود ندارد، شجره ولایت است. بکارد انسان در دل خودش اول، وقتی در دل کاش، شاخ و برگ آن همه اطراف را میگیرد و دیگران هم که نزدیک او میشوند میتوانند از سایه پرفیض او استفاده کنند. ولایت حقیقت این گونه ای دارد. دقت کنید، عرض کردم به تجربه هم ثابت. حالا هر کسی اندازه خودش، وقتی کسی را اهل ولایت میابی، کنار او که مینشینی آرامش میگیری. کسی که اهل ولایت است، کنار او که میشینی همش حکمت بیان میکند، کلماتش به درد میخورد، در پی صلاح است. اثرات وضعیه دارد، اثرات وضعیه دارد کنار اهل دل و اهل ولایت نشستن. یعنی انسان وقتی می نشیند رنگ و بو می گیرد. المجالست و مؤثره، مجالست نشستن اثراتی دارد. سعی کنیم ما مجالست هامون و مهمانی هامون را، رفت آمد هامون را با کسانی قرار دیم که اهل ولایت حضرات آل الله و براءت از دشمنان حضرات هستند، و اثراتش را ما هم فیض ببریم و در کنیم انشاءالله. بدبخت آن که شیفته او گردد، بدبخت از کسی که شیفته دنیا شود. می بینیم دیگه، این دنیا شما را نفریبد که هر کس بدان تکیه زند نومید سازد، و هر کس در آن طمع کند دست توهی ماند. بعضی ها را دیدید انقدر دنبال امور دنیا، سالیان سال است از آن عمری که باید کار میکرده گذشته، باید تلاش محکمی میکرده. الحمدلله مکنت و مالم دارد، مکنت و مال خوبی هم دارن. بعضی هنوز میدوند، هنوز وله دنیا دارن، هنوز میخواهند مال روی مال جمع کنن. برای چه؟ برای که
اگر خیلی رحیم هستی، یا بعضیشون میگن برای ورثه، بالاخره فرزند اگر خیلی رحیم هستی، بعضی دیگه به اون حدم رسیدن، ورثه همان قد که باید و شاید دارن، برای چه اینقدر میدوی؟ قدری به فکر خودت باش. کی گفته که راحت با مردن تمام میشود؟ تازه ابتدای راه است. وقتی انسان میمیرد تازه احتیاجات او شروع میشود. این رو به چه زبونی ما باید به همگان بگم؟ اول به خودم البته بفهمانم که اول مرگ تازه اول راه است. تازه میخواهی بروی به آن جایی که نهایت و پایانی ندارد. چه آماده کرده ای؟ چه چیزی داری؟ چه فرستاده ای؟ چه چراغی مقابل راحت نگه داشته ای؟ چه خدمتی به دستگاه سید الشهدا علیه افضل السلام کرده ای؟ کجا نام تو مانده است در خدمت به حضرات آل الله که بتوانی تا وقتی که آن نام هست بتوانی ازش ثمره بگیری در آخرت؟ جالبه حالا که زمینه حرف به اینجا رسید، ببینید چقدر نکته مهمه. گفت چشم برزخی حالا در عالم رویا مکاشفه یا هرچی برایش یکی از علما و بزرگان مکشوف شد. منطقه ای را دید در برزخ، شب جمعه ای تمام اموات می رفتن به نقطه ای که خیراتی که اهل و عیال آنها برای آنها فرستادن دریافت کنند. فاتحه‌ای بوده است، حمدی بوده است، قرآنی بوده است، سفره‌ای بوده است، برکاتی بود از به روح میت خودشان فرستادن. ارواح اموات میروند و آنها را دریافت میکنند به صورت برزخیه آن. دقت کنید، به صورت برزخیه آن. دیدن شخصی نشسته، اصلا نه بلند میشه نه دنبال خیرات میره. پیش گفتن تو خیراتی نداری؟ کسی برای تو خیرات نمیفرستد؟ گفت چرا میفرستم، ولی من فرزندی دارم اهل علم. دقت کنید، فرزندی دارم اهل علم، هرچه او در تعلیم و تعلم قدم میگذارد برای من بسیار ثمرات میفرستند. انقدر هست که به این خیرات ساده شب جمعه و امثال اینها احتیاجی دیگه ندارم. و یه فرزند تربیت کرده از اهل علم، عالم، هرچه که او تلاش میکند برای او مثمر ثمر است دیگه. ما اگه خیلی امروزی بخوایم حرف زنیم، بقای ماده ثابت شده است، تبدیل از انرژی به انرژی دیگری میرسد، آنجا میرسد و همه ما محتاج آنیم. انقدر تکیه به دنیا و لذائذ دنیا کرده ان بعضی پناه بر خودم که غافلن که نه هرچه هست همین دنیاست. نه اینطور نیست. یک نامه آقا سید الشهدا علیه السلام، یک جمله عبارت دارن، میرسیم انشا که ان دنیا لم تکن، میرسیم و میخونم در یک عبارت. انقدر زیبا آقا سید الشهدا بیان کرده از امور دنیا و آخرت را، باید چه کنیم برای آخرت خودمان. فرمود بدبخت کسی که شیفته او گردد این دنیا شما را نفریبد، که هر کس بدان تکیه زند نوبین سازد، و هر کس در آن طمع کند دست تو ایماند. من میبینم شما برای کاری گرد آمدید که خدا را بر خود خشمناک کردید و او را به شما برگردانیده و شما را دچار شکنجه خود ساخته و از رحمت خود دور ساخته. چه کار میخواید بکنید؟ میبینم جمع شدید بر امری که نتیجه آن برای شما بسیار مضر است، بسیار بد است. پروردگار ما بسیار خوب است و شما بد بندگانی هستید. به طاعت خدا اقرار دارید و به رسولش محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردید و بر ذریه و عترت او یورش بردید که آنها را بکشید. پیغمبر را قبول کردید، ذریه او را میخواید بکشید؟ ذریه ای که آن هم مثل ابی عبدالله است، که همگان شنیده بودن حسین و منی و انا من حسین، همگان شنیده بودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. چنین نازدانه ای، چنین آقازاده ای از ذریه او را میخواهید بکشید و اهل بیت او را، اعوان و انصار او را. یه نکته بگویم، در روایت ارشاد است شیطان بر شما چیره شده و خدا خدای بزرگ را از یاد شما برده. ای وای، وقتی که شیطان میخواهد بر کسی مسلط شد، یاد خدا را از ذهن او میبرد. مرگ بر شما و مسلک و مرام شما، انا لله و انا الیه راجعون. اینها مردمی باشند که پس از مسلمانی کافر شدند. تصریح دارد سید الشهدا، کسانی که مقابل او ایستادند بعد از مسلمانی کافر شدند.
دقت کنید. دور باد قوم ستمکار. نکته ای را مرحوم مقرم در این لحظه از عاشورا نقل میکنه. بنای گفتن آن را نداشتم ولی حالا میگم انشاءالله که قدری کسانی که آمادن برای گریه کردن همیشه و کسانی که حق مطالب را با اشک چشمشان ادا میکنن از آن نقاط بسیار غربت آقا سید الشهدا روحی له الفدا که جا دارد شیعه جان بدهد بر این غربتی که آقا ابی عبدالله روحی له الفدا دارد. ببین ثم ان الحسین رکب فرسه. پس از آن برای این خطبه ابی عبدالله سوار بر مرکب خودش شد و اخذ مصحفا قرآنی را گرفت و نشره على رأسه. قرآن را سید الشهدا روی سرش قرار داد و با این مردم سخن گفت. اشاره به این که من در پناه قرآنم، بگذارید سخن بگویم. چقدر غریب است قرآن ناطق که زیر سایه قرآن صامد حجت را چگونه تمام کرده است بر اهل کوفه و لشکری که مقابل او ایستادند. و نشر على رأسه و وقف به ازاء القوم، ایستاد مقابل قوم و قال یا قوم ان بینی و بینکم کتاب الله، مردم بین من و شما این کتاب خدا شاهد باشد، حاکم باشد. و سنت جدی رسول الله، سنت جدم رسول خدا بین ما و شما حاکم باشد. ثم اشهدهم عن نفسه، که بماند مفصل بعد وارد مطالب می شود. کار به جایی برسد که سید الشهدا ابی عبدالله علیه افضل الصلاة و السلام روحی له الفدا قرآن را روی سر خودش باز کرد. در این سرزمین شاید همین چند قدمی ما بوده است، قرآن را روی سرش گذاشت و فرمود ان بینی و بینکم کتاب الله. سخت بیانش، یعنی حقیقتا مجلس روزه‌ای میخواهد، منبری میخواهد، مستمعینی آماده میخواهد که این نکته را بیان کنیم و آنها چه کردن در جواب سید الشهدا و چه زدن به قرآن در مقاتل نقل شده است، بماند مفصل است و باید راجع به آن بیشتر سخن بگیم. فقط تجسم کنید، انشاءالله ثوابش باشد برای همه گذشت. تجسم کنید، ابی عبدالله شخص اول عالم وجود است در زمان خودش، قبل از آن و بعد از آنم گفت مثل من روی زمین نیست. ابن بنت رسول الله تنها کس است که بین زمین و آسمان، حجت الهی است. کارش به جایی برسد که قرآن را روی سر خودش بگیرد و مقابل این قوم ظالم برود. آیا اینا کافر نیستن؟ قطعا کافر. هر که از اینها هم دم زند قطعا مشرک و کافر است. سلام الله علیک یا ابا عبدالله. بماند تا روایت ارشاد را انشاءالله فردا خدمتتون عرض کنم. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. دعا کنید آقا، به ما دعا کنید مولا مددمون کنند بتونیم بیشتر خدمت کنیم و حقایقی را بیان کنیم انشاءالله و بشنون همه حسینیان عالم. مریضا را فراموش نکنید، مریضایی که سفارش کردن انشاءالله این ایام بسیار خوب ماه شعبان را از دست ندهید در فضائل و اعطاء صدقه، به خصوصه انشاءالله آماده ماه مهمانی خدا شویم انشاءالله. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضاء ابوالحسن رضا صلوات عنایت کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تا دین شکستم، جوانان یک به یک بردی ز دستم. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی. زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.